بر تاثیرش بخوریم از چی بود؟ خیلی به دیتاکسیفاینگ خیلی به چربی سوزی خیلی سرطان سلولای سرطانی میکشه قهوه سیاه ها بلک کافی این که هر روز دارم میخورم. نه، این خب نه نه مغزا... نه قهوهی که من دارم قهوه سیاهی که تو داری میگه اگه من در روز میخوردم من الان با همیشم نیقلیون چربی سوزی هم میکنه کمک میکنه من گفت ای... تمام مشکلاتی که حل میکنه که من دنبال یزم تمام مشکلات هم یه جا هست. حل کنه ایران آمپول میزدن چربی سوزی سوم من یه با یه کافی شاپ تهران یه دور یه کافی شاپ رفته بودم یه لطفی بکنی این یه دقیقه میتونی بگیری برام یارو رفت از یخچالش آورد بدن کار بودن اونجا هم سوما نه چربی سوز آمپول همه چی آماده آره آره تو یخچالش بعد داش به یکی میگم میگم شما برو اینو بزن آقا نکن توی یخچالش آمپول آورد تو کافی شاپ آره آره یه جوری میگه آره آره خیلی مثلا خیلی بابه خیلی بابه سلامتی همه هیترام تو هیتر نداری فقط لاور همه لاور آقا تو یه سری دستگاه هست تو ایران بهش میگفتن اپی لیدی بله بله من اینجا رفتم مثلا قیمت نابیم تو والمارت گفتم اپی لیدی یا زنه میگفت چی؟ اوه اپلیدی دیگه مثلا مو اینا بعد نفهمید و اینا رفتیم تا سر خود دستگاه دسکاپ گفتم اینه وا اینا اپلیتر اسمش مو گفتیم تو ایران اپلیدی اپلیتر আরে آره, اپلیتر اپلیت اپل نه نشو اپلیدی اپل تو اپلیت دیگه تو اپلیت مانیپلیت واسون درست خود میدونیم چرا من با واژه تو ایران به وکس میدین چی میگفتن؟ موم نه آره <applause> وکسی که مثلا آره اپلاسیون میکنم باشا اپلاسیون می گفتن مومک آره آره شنیده مومک ها مومک, مومک. من چند روز پیش با چیزش دوباره اسمش یکی گفت و شیدم و خیلی چه پروسه عجیبی هم خطرناکی هم داشت اینا با هم میذاشتن داغ بشه چرا راجع چیزی که حرف میزنیم که هیچ کدومون انجام نده ولی خیلی هم خوب میدونیم نه جدی شروع کردی و رندوم ترین درهای مومن که فکرشو میکردی هفته دیگه میخواهیم نواده هم رو برداشتن کارهایی که هیچ کدوم تا با حال انجام یه یه بار ابروامونو برداریم من روز عروسی میاه نه نه همه با هم نه آقا کجا بیا ببین اخی به تو زیاد نمیاد چون تو آر... آره به تو میاد یه جوری یه جوری به من, <تصح> <يجری> <تصح> <با> من <تصح> میاد فرض دادم فر... نه کارون تو همون هم بهتر <تصح> میشه برای چی به من نمیاد میشه بگی نه نه نمیاد که یعنی میگم تفاوت آنچاین ایجاد نمیشه نازش که ابرو تمیزه لایت ابروات و من بین ابروام میتونم همه جوج موه بابا این میتونه بر داره خیر همه با همه الگی میریم همه با هم بریم آره من نه اینکه میای بعد اینکه تو پدیکور رفتی دیگه هر چیزی ممکنه فرهاد منم رفتم منم رفتم آمازون رو کارو که می بریم میستم اصلا مزدبم یکی به پاهای من دست بزنم خیلی معذرم اصلا نمیتونم آن پدکور من بار اول آخرم بود خیلی سمت کور رفتم اون دفعه اون روز داشتم با فراد در مورد اینکه مثلا خیلی سخت خونه و تمیز کنم و اینا وقت نمی کنم اینا صحبت کردم بعد یادم افتاد گفتش خب مثلا یکی رو بگیر که بیاد مثلا تمیز کنه و اینا گفتم با من یه مدت یه خانمه بود میومد از معذبین که این بیاد تو خونه کسی فراموش شبهای قبلی که بیاد خونه رو تمیز <تصحیح> بعد صبح میومد فقط میگفتم یه سری آشغال فقط <تصحیح> این رو ببینیم پایین و میومد میدیش که خب من اینطوری من میکردم گفت بابا تو نسبت به تمام همسنات خیلی مرتبی خواستم میگه خب نمیدونی دیجب تا چهار سال تی میجاری من میگم اصلا کلا این حالا کنم تو یه سوالی بود که هفته پیش پرسیدی گفتی که چجوری how do you take care of yourself یه صحبت ازش پرسیده بودم پرسیده بودن من کارایی که از خودم مثلا تیکر میکنه رو مثلا مثل اینجور چیزا رو معذبم مثلا چه میدونم خوشم نمیاد خودت تو خونه به تو نه 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 دا. من دارم خود مثلا میگم که من رو دارم میگم یا مثلا چه میدونم سلمونی و اینا میرم الان معذبی ها رو اصلاً برای چی باید کرده من دست دارم با. ماساج هم گفتی دوست ماساج متنفت نه تو ماساج دوست نداری که کسی لمست بکنه آره چجوری از دور مثلا با چوب نه با نه, نه, انرژی. نه 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 <تصفح> <تصفح> نه از این بعدش نمیاد که یکی داره بهش خدمت از بیشتر از اون بعدش میاد که یکی داره بعدش آره فعله بعدش میاد تا چیه تا چی نیست آره تا چی نیست خلاصه این این جالب بود اینو در موردش با فرادش هم صحبت می‌کردم گفتم من بازم اینایی که میگیم اینا همه چیزهایی که غربیا به عنوان تکر کردن از خودشون یاد میکنن به پول خرج کن شما ممکنه یه دمنوش گیاهی با یه بذاری و بابونه چای آتیش ولی آه. مثلا چیزی که به من مورد علاقه خیلی حالا مثلا یه عکسم بگیر پاتو بذاری کناره با جیز. ساعتت عکس های اون سفره بود نشون دادم اون به نظر من take care of yourself بود کامل و اصلا اون هیچ کس هم توش اینوارف نبود یعنی خودت آه. یا خودت و... اون به نظر من عالی آره بود. اون عالی بود عکسش یه بار بذارم این که میت افتاده آها آه. بذار <laughs> نبودی اصلا نبود. اگر که نه نه مرد... تو این دنیا بود نه تو اون دنیا سفر <applause> اخیر اگه میمردم نمیفهمیدم یعنی دیگه همون هم مشخص بود خیلی باحال من اون سری تو پادکست گفتم تورنتو که رفته بودم توی اون آره تو 7 ساعت نشستم دقیقاً توی مایو واسه یه حالت ریلکسیشن عجیبی بود که توی هیچ کدوم این دنیا ها نبودی یه تورنتو به ما نمیخوره سفر کاری بریم تورنتو ساشا نمیذاره ساشا نمیذاره تو رفتی تالا ایمان نه ما هم یه سفر کاری بریم بریم, بریم. اوه این نه اید. کسایی که نرفتن بریم, بریم دو <تصفح> <تصفح> من تا دمش رفتم <تصفح> آه منم توش لند کردم من از تا 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 رفتیم یه کباب زدیم و اومدیم آها. چاکی با همسر موقعیت <تصفح> گفتی بحث ابرو رو ادامه بدم روز عروسی این آرش سلمونیه داشت مثلا منو آماده میکرد اینا بعد تیخ نمیدونم تیخ بود یا یه چیزی برداشت که بره سراغ ابرو گفتم عزیزم چیکار میکنی عزیزم ببخشید ابرو وسط مرتب کنم دیگه نیاز داری گفتم نه نه من از اوناش نیستم نه که حالا چیز خاصی گفتم من ابرو دوست دارم بردارم گفت گفت به خیلی شیک میشی عروسیته باید دیگه فولان بری باید عروس عروس بعد میخواست زیر چشم زیرچشم مثلا از این چیزا بزنه سایه, سایه. گفتم نزدیدش اتاق عروس دو تا در بالا تر نه ولی خیلی کار میکنن رو داداش با این فرهاد الان انقدر شسته رفته و تمیز اون موقع مثلا 18 19 ساله دیگه حالا من جاره ما ما که رسیده بودیم ونکوور مثلا یا یه ماه بعدش چی شد نمیدونم چیزی ام، یه ماه بعدش من خب یه سلمونی باهم میرفتم دیگه خب از تازه رسیدی ونکوور نه زبان بلدی نه چیزی سلمونی دیگه خیلی کار سختیه باشه من اینطوری هم که میرم معمولا به سمونین نمیتونم به یارو بگم تو چی کار کن و کار اون دیگه تو بعد با بدونی به من چیکار باید بکنی من نه بدونم به تو بگم بعد رفتم و نشستم و اینا یکی رو پیدا کرده بودن یه ایرانی بود ولی خب مثلا ایرانی بود که زیاد فارسی دور صحبت نمیکرد خلاص ما رفتیم نشستیم و اونا دقیقه همینطوری موره که زد گفتش خب الان ابرات هم برای درست میکنم بعد مثلا فکر کن ذهن بسته ای که از ایران اومدی تینیجر میدینید ابرو برداشتن شاید زیاد متداول نبود و اینا مثلا تو مدرسه ما نمیذاشتن موها تو بلند کنی تو که برمیداشی که دیگه یارو از سه جا آویزونت میکرد جدی؟ آره بعد با تو دبیرت همشه وسط ابرو رو بچه برم داشتن بعد این که گفتش که بیا برای ابرو <سؤال> گفتم که نه نه دمت کم مرسی بعد از اون اصرار از من این برای مثل و واقعا مثلا پنج دقیقه داشت منو کامینس میگن که نه تو تو باید برداری بهش گفتم که پلیس دواند. پلیس لید میگو <applause> پلیس. اون موقع ما مثلا حالت چیز یکی از خاطر دیگه هم نرفتم اونجا اینقدر یه رو به من استرکه گفتیم الان دست و پای من میگیرم درست. میشینن عبروهای من رو برمیدارم خلاصه این بود قسمت بهداشت و هم... از زیبایی بهداشت و زیبایی خود بخش جدید بهداشت فرهاد میخواین بریم سر یا خاطر <خواه> از ایران اومده نه چه تو شب شلوار ایرانه از همین جا بود نو نو همین الان چش کنده اگو بود خیلی شب بسیار زیبا میدم هفتتون چطور بوده آقای کارون هفته خوبی بود راضی آخر هفته پروداکتیوی داشتی یا عجیب باری کلا راضی یا راضی نیستی نه راضی ام آخر هفته قوی داشتم من منم خیلی سرم شلوغ بود آخر هفته ولی الان فکر که شاید مثلا کاش یه روزش افتاده بودم تو خونه روی مبل ها سرن کج نه ببین من چیزی فهمیدم آدمو آدم ممکنه که دوست داشته باشه خونه بمونه ولی خونه موندن چون خاطر ثبت نمیکنه اون تایمی که میگذرونی با کیفیت نیست باریکالا. ولی مثلا شنبه که ما رفتیم بیرون یه حالا نیمچه تحرکی هم زدیم اون تو خاطرات ثبت میشه چی نیمچه تحر... چرا کار من بلوند رو بوده. فول بلون بود برا من بعد اتفاقا میخواستم در صحبت کنم چیکار سگوی بزنم به حرف کارون ما رفتیم دو چرخه گرفتیم دور سنی پارک کلش رو زدیم ده کیلومتر. والیبال بازی کردیم فوتبال بازی کردیم و فریزبی دیگه نمیدونم اگر که میخوای دیگه <laughs> یه سوال یه کشتی بقا ما هم میگرفتیم چه این وایت نشد ما نبودید شما بعد شاید من نبودم ولی شاید فرزاد بودی. بابا ما دیالوگش با ایمان داشتیم با جفتتون صحبت کرد با فرهاد صحبت کرده تو خودت گفتی دیگه به کسی زنگ نزن That's the conversation گفتم شب همه اون جان حالا حالا این میکشیم به آفلاین و پارک کنید دیگه ما دعوت حالا ما رفتیم در دو شخص سواری و بعد من میگم اصلا یه بدن عجیبی گرفته بودم از خب خیلی وقته که هیچ ورزش تنها ورزش من رو دو تا انگوش شستمه نقطه قوت دو تا قوت هم دو انگوش شستم و گرفتن دسته تو دستم و خب این برای من خیلی چیز بود خیلی سخت و طاقت فرسا بود ولی خب خوش گذشت فعالیت, فعالیت های مختلف آه. بود بود آها آه. شلوغ بود ببین ما دو شخه که سوار شدیم رفتیم از به اونجا چی میگن ثرد بیچ ثرد بیچ آره به ما رفتیم دو از دم استنلی پارک رفتیم فرست نیست شاید فرست بیچ اونجا third بس, بس کجا شروع کنه یا سه یا یک <laughs> آره داشتیم دور میزدیم اینا یه پیچ بود که وقتی که میپیچی میرسی به یه ساحلی که همون فرست پیچه به قول کار بله ببین اینو پیچیدیم همه لخت یعنی <تصحيح> آهاد ملت, د... ملت انگار اومدن بعد این رای ای اینی که میگه مثلا یه ساحل کوچیکه ها یعنی چون دوورش خیلی آب و سنگیه یه تیکه مثلا یه ساحل داره <تصحيح> خیلی آره. این همونه که آپشنال لباس نه 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 لباس ولی این آپشن دومو انتخاب کرده بود نمیدونم دنتان نیست نه اون من دیدم آقا دانتان لخت دادم شما تو تایم اشتباه حالا اینا چیز بود اینا لباس های خیلی کمی دیگه فقط جاهایی که خیلی دیگه نیاز بود حتی جای تعداد زیاد ولی چیز بود فاصله بین گروه ها خوب بود گروه ها ولی بزرگ بود گروه های بزرگ من خبر دیدم که همون شنبه خیلی پلیس رفته بوده این بیچه ها اینا تیکت داده بوده یا وارنینگ داده بوده حالا با تو بودیم گفتی چقدر پلیس هست نه دیروز دیروز من چرا دیگه از دم آرت کلری رد شدیم برای نه اون تظاهرات بود آها پلیس اون نمیگفت دیروز من با کوروش بودم و اینا شاید توی نورچور شاید واقعا 20 تا پلیس دیدیم یه گرفته بودن آدما رو داشتن تیکت می‌دادن بخاطر اینکه آخر ماه دیگه الان بعد کوتاشون رو داشته باشه ماشین گرفته بودن یعنی ماشین، سرعت ماشین. حواستون باشه با. آره اوه. آخر ماه که میرسه اینا بعد اون لیمیتشون رو پر بکنن دیگه یه دست جریمه میدن و میگن که بفرمایید برید آهاد ملت رو جریمه کنید آره ولی خیلی چیز بود خیلی من خسته شدم خستش 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 ولی خوب, خوب بود, بود. یعنی راضی بودم از اون خستگیه ولی خب اون والی بالا احتمالا کارتو ساخته نه دو چرخه فلت دیگه دو چرخه که شوخی بود دو چرخه خیلی حال میده والی بال میتونه با که ورزش نکردم با راه صافم اجازه بدید خسته, خسته شم. این خستگی منو اینجا نه تو سر اجازه بدید گفتگو شکل بگیره ما رو دو چرخ نشستم یادت به تو چی گفتم من یادت به چی گفتم تو چی گفتی گفتم متاسفانه فرزاد نمیدونی دو چرخ بشی ما خیلی وقت سفر دو چرخ بعد دو چرخ رو مسیر فلت سافرونن خیلی کار راحتیه بیمه میگفتم چقدر این راحته یعنی اصلا گو راحت این کاری بود که انجام دست چطور. بی دست هم نه نه ما با یه دست میروندیم خب بعد چرا خب چطور؟ خیلی خوب خوب راحت نبود آخه مگه مثلا دفعه جای دیگه رفته بود کار سختیه سربالایی مثلا او حالا اون به خود هایک ها بری سخت نمیدونم دنبال چیه باید لذت <applause> همه بری دیگه ایده دو چرخ سواری نمیدونم دنبال چی از دو چرخه سواری چی میخوای تو سر مثلا میخوای از کوینا بالا بری کم فشار نه یعنی میخوام کاری بکنم میگم خیلی راحت و خوشایند بود برام منظرم اینه نه له له نیست پوینتش همونه تو استانی بعد لذت آره خیلی ریسنپو که جش میری یه جزیره کوچیک مثل آناناس زده از آب بیرون آره آره درو اسمش چیه اون آناناس 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 خیلی بالا یه نخلم داره پس یاد از منم شد بله بله اول هاون روی زین نشستم من از شما یادی کردم آره من, من تو کل سفر ما یاد شما رو جهیزیم به پشت و خب بریم سر اپیزودمون عزیزان دل بفرمایید عالی شد سلام اینجا خودکسته پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از میزبان های این برنامه در کنار من کارون جریان داره سلام فرهاد و فرزادم اینجا با سلام سلام جونم براتون میگم که امروز اپیزود 285 ماست خوش برگشتین دوباره به یکی از اپیزودهای خودکست سلام میخوام بگم من تی تیشرت فرزاد قرمز بوده تیشرت فرهاد سفید اینا رو با هم اون کمرنگ شده یه ذره پر این خیلی یه دستر اومده تمش گود جاب به اون ماشین جونم براتون به که امروز برگشتیم با یه بزرگ جدید دیگه امروز که داریم زبط میکنیم برخلاف هفته دیگه ما معمولا شنبه ها زبط میکنیم به خاطر که روز تعطیل این هفته به خاطر اینکه لانگ ویکند به ما خورد و دوشنبه هم تعطیل بود دیگه گذاشتیم دوشنبه چون که شنبه و یکشنبه روزای آفتابی و نیمه ابری بودن و گفتیم که از این روزا رو لذت ببریم هر من هر من آره گفتیم که از این روزای معدود آفتابی و ابری ونکوور لذت ببریم که بچه هم به اندازه کافی لذتاشون رو بردن شما چیکار کردین تو طول خیلی تصمیم بید. خوبی بود که روز آفتاب و خیلی واقعا دیم. یکی از بهترین تصمیم های خودکستی بود واقعا خدا شد چیکار کردین؟ ما خانواده رو داشتیم خونه فرهادی بودیم چون آفتاب بود خونه فرهاد <applause> بعد از مدت ها ولی رو... شب, خونه شب خونه, بودیم پس صبح و هم ما سمت هم بودیم خیلی خوب بود کار می اومدید کاریای دندون پزشکی و اینا داشتیم باز دندون یه اپیزود کامل راجع دندون فرزاد واقعا دندون شش فرزاد از موقعی موقع که فرزاد از موقعی که رفت این سر اینجاست استخدام چه خوش ساخت یعنی داشت فرو می پاشید از نو که اون کشیده بیرون اون باری کلا خدا باری کلا جایی هم میرم که دایرکت بیلینگ داشته باشم آره که خود دیگه خودشم 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 گفتی دایرکت بیلینگ من باید پول بگیرم بفرمایید چقدر مفرد من خودم رو دلار تو این تلا چه خبر دیگه همه از خوب؟ خیلی عالی خوش من خیلی راست شو بخوای خیلی خدا شو چی میگن سلفیش خودخواهانه خود خواه. خود خواستم که اون عوض بشه اون روز ولی خوشحالم که همه ولی ما دیر خاره. شروع آه. کردیم باز ما دور دور دو رفتیم کارو تخت... مقصرش کسی دیگه بود آره میدونم مقصرش من نبودم خودشم میدونه کسی دیگه بود خودش میدونه خودش, خودش, خودش میدونه خوبه ولی باز اونجا از همون تعریف کردن که <تصفح> <تصفح> برنامه های پادکست های آشنا دیدی؟ نه بچه که دیگه داشته تعریف میکرد سر غذا میگفتن یه عادت شده برا من, من ازم تعریف بشه <applause> <applause> این هفته اه. بود که خبر خیلی عجیب غریب اومد این هفته که گذشت از ایران از یک پدری بابا کورم دیم آره این هفته بود همین هفته, هفته, همی... همی... هفته بود همین هفته بود درمونه صحبت نکنیم میخوایم که صحبت نکنیم نه من حالا یه ذره اشاره میکنم آره خب پس همون تو اپیزود میخوای اشاره کنی؟ یه ذره آره اون موقع های آخه نمیخوام فلوتو به هم بریزم ولی دیگه اصلا یعنی هر لحظه که فکر میکنه داره اتفاق بدتری نیفته یه چیز عجیب با یه سری جلوه های بیجه که میگفتم مثلا اگه یه نویسنده تخیلی مثلا نویسنده داستان های تخیلی میمادی همچین چیزی رو مینوشت بعد ما میخوندیم اینجوری با اینکه دیگه نمیشه دیگه یعنی تخیلم یه حدی داره دیگه این خیلی غیر واقعیه چرا همچین کاری کردی ولی در عین اینکه ما فکر میکنیم نمیشه دیدیم شد خیلی, مثل خیلی کتاب آموز خیلی راحت و اسمی شد و هی پیش میرفت یا حالا میره از این به بعدم هی جزیات بیشتر میاد بیرون وقایع های بیشتر جزیات میشه خیلی عجیب غریبه دروغ اصلا. دیگه دروغی که بچه‌ها دیگه همه رو دارن میگن دیگه. نه بس که یه ذره عدم سازگاری است بین حرفایی که میزنه آره مثلا میگه که داماده رو سال 1390 کشته بعد من از یکی شنیدم که میگفت اینا اصلا 94 ازدواج کردن یه همچین چیزهایی هستش که احتمالا درست نمیده هم خواهی نداره آره ولی خب عجیب غریبه دیگه کلان بعد عجیب ترینش برای من اینه که اون پزشکی که اینو معاینه کرده گفته که اینا سالمن از آره یعنی حالا جنون ندارن اون جنونی که باعث میشه مثلا مجرم شناخته نشن به خاطر جنونشون آخه الزاما سایکوپت باشی جنون نمیشه تو سایکوپت ها میتونه آدم خیلی اتفاقا دوست داشتنی چیز هم باشن همین ولی... دیگه آخه سالم بودن دیگه یعنی چی اگه اونا همچنان توی کاتگوری آدم سالم حساب میشن خیلی عجیب غریبه حالا من با یه نفر صحبت میکردم که خودش خب پدره و اینها و اصلا پدر و مادر رو فکر کنم خیلی حالا بعد شنیدن این خبر خیلی برای تجربهشون ما فرق داره دیگه اگه بچه داشته باشی بعد میگفت که من اخبار شنیده بودم حالا مثلا پدر نمیدونم تجاوز میکنه میکشه فلان اینا ولی اینکه مادر هم دست یعنی تو این داستان باشه و مثلا خودش یه عضو این کار باشه میگفت این دیگه خیلی عجیب بود به نظر من اون رو ترس و اینا این کارو میکرد مهمانه؟ ما آره یعنی اون فیلم آسانسورش رو هم دیدید یا من نه من نه من, من کردم از دیدنش آره نبینید ولی اونجا آزرد. من اسم کردم مثلا اون تحت کنترل اون شوهر است یا حتی اعترافاتی که میکرد انگار تحت کنترل شوهر است یه حالا یه جوری منیپولیت شده یا هر چی آره یه زن بگم, بگم. توی استریم که من میکنم دیدم که حالا کسی که سنشون زر پایین تره یه سری یه سری با این قضیه می‌کردن من کامفورتبل نبودم باش یعنی توی بود که بعضی شخی... چیزا رو یا مثلا جوک ساخته بودن چه میدونم فلان حالا نمیخوام تکرار بکنم چون که دوست اه... احساس کردم یه ذره یعنی فاجعه خیلی بدیه که یه همچین اتفاقی گفته یعنی این اگر که توی خارج از کشور بود از روش مثلا فیلم میساختن مستند میساختن که میسازن آگاه بکنن آدم يعني... رو با اون کیفیتی که باید با و شاید اتمالا اتفاق نمیفته ولی مثلا جوک ساختن آره یه همچین چیزهایی ای کمی... که اینقدر دیگه دردناک مثلا یه نفر یه پدر دو تا بچه و چه میدونم داماد و د... حالا معلوم نیست این نفر دیگر رو اینطوری کشته باشن و شاید قشنگ نباشه نمیدونم شاید من دارم خیلی توی اون کنسل کالچر الان فرو رفتم و دارم خیلی لوس میشم ولی خب من زیاد باش کانفتر نبودم حالا تو اون ستینگ استریم خودم نمیدم شما نظری نشین در موردش من اوکیه اصلا کلا اینقدر داستان عجیب غریبه که نمیدونی آدم چجوری فکر کنه به کدوم بخشش فکر کنه فقط من دوست دارم کامل قضیه در بیاد یعنی برن اینو کامل مطالعه کنن تعداد و... تعداد قتلای واقعی که این آدم انجام داده چون این کار کار راحتی نیست یعنی اولا حالا مثل کردن هم. آدم کار راحتی نیست حالا گفت چی, چی؟, مثله. مثله. مثله یعنی... چی؟ اه... م... مثل مثل یعنی چی سلاخی کردن مثل مثل آها خب اون کار راحتی همه ما این فیلم های مثلا سوپرانوز و زو اینا رو دیدیم اینا میخوان مثلا دست و پا اینا رو جدا کنن توی اون اره هایی که باهاش خوک و اینا رو میبرن میندازن اصلا کار راحتی نیست این یک دو این که این طرف کامل مثلا اطلاعات داشته که کی میتونه اینو بذاره تو کیسه نمیدونم خون بیرون نریزه یعنی حرفه‌ای بوده این کارو قبلا اصلا انجام داده یعنی چیز اولش نه آره. اولش آماده نه آماده از قبل تو مثلا داروی بیهوشی بریزی تو غذا چمدون آماده کنی کیسه بذاری خیلی عجیبه اینو با مطالعهش کنن دیگه یعنی باید برن ببینن چه مریضی بوده که اون آدم داشته حالا آره. اون اول کار که من خوندم خبر یا حالا ساعت های اول خبر بود اولین جمله ای که از بابای اومد بیرون اینطوری بود که پسرم مجرد بود مثلا این اولین جمله بود خود... حالا همینطوری که میگه باید تحتوش در بیاد دیگه ولی حالا نه اون باید اون پدره رو مطالعه کنن اون قطعا مریضی عجیب غریبی داشته آره دیگه چون نه سالش بعد دخترش که نه سالش بوده بهش تجاوز کرده و بعد دختر ظاهرا ام اس گرفته بعد اینجوری تو راحت راجع قتل بچه صحبت کنی اصلا راجع قتل انسان صحبت کنی انقدر یعنی راحت تو این مشکلی داری حالا دیگه بچت باشه بس شد از ولی اینو با مطالعه کنم بله بریم سر اپیزودمون از آره خیلی از شروع کردیم و انقدر خندیم بعد اینجا به اینجا رسیدیم و بریم عوض کنیم بحثت. آره من حالا قدیم صحبتش زیاد کردم برای من همیشه وقتی میخوام اپیزود بنویسم و اینا سخت ترین بخشش پیدا کردن موضوعه، نه خدا <applause> موضوع نه خود نوشتنش یعنی موضوع مد نظرمو که پیدا میکنم یه آرامش خاطری دارم از اونجا به بعدش کار روالتریه ولی قبلش که میخوام موضوع پیدا کنم چون خیلی به خلاقیت و اینا رب داره حالا خلاقیت داشتنم در لحظه که تو میخوای شاید خیلی کار راحتی نباشه این همیشه سخته برای من بعد توی هفته های گذشته معمولا تو طول هفته یه چیزی بود که ذهن منو درگیر کرده بود مثلا اون داستان سوراخ دوگان کردن از اینا توی طول هفته ذهنمو درگیر کرده و مثلا خونده بودم میدونستم که قرار راجع به چی صحبت کنم یا مثلا راجع به اون داستان دا هم کیوت بودن و اون یکی حباب تبلیغات آنلاین و اینا همیشه توی اون بازه طول هفته که قرار بود به ضبط کردن منتهی بشه من میدونستم قرار راجع به چی صحبت کنم هفته پیش اینجوری نبود هفته پیش طول هفته اصلا میگم حالا هیچ دشتی نداشتم هیچ چیزی تو هیچ چیز خاصی تو ذهنم نبود بعد گذاشته بودم پنج شنبه بعد کار بیام بشینم ببینم خب مثلا میخوام راجع به چی صحبت کنم بعد پنج شد پنج شنبه هم قبل اینکه حالا بخوام بشینم این کار انجام بدم یه کدی گیر کرده بود و کلی مثلا با اون کلنجار رفته بودم یه مغز خسته ای داشتم خب اون لحظه که نمیشه بعد رفتم یه غذایی درست کردم و یه قسمت پیکی بلایندرز دیدم بعد دیدم نه هنوز انگار آماده نیستم ایمانه. بعد یه قسمت اومدم نشستم یه کار دیگه یکی گریز خونه رو احساس <applause> کنم نگید آره من جدیدا میخوام تعریف کنم که چی میشه که منتهی میشه به انتخاب اون موضوع درستی باید. آره بعد نشستم یه قسمت اون مستند 100 هیومنز رو دیدم م. کسایی که حالا اسمشون نشیدم من پیشنهاد میکنم برید ببین خیلی جالبه صد نفر هفته پیش دوات کردیم راجه بش نفر انسان رو جمع کردن مدل های مختلف مرد زن نژادهای مختلف سن و سال مختلف همه چی بعد روشون یه سری تحقیق انجام میدن که مثلا چه میدونم مردا سریعتر آماده میشن بخوان برن بیرون یا خانوما مردها بیشتر حرف میزنن یا خانوما کدوم رنج سندی پرفورمنس بهتری داره آیا ما انسان ها مثلا پیش داوری داری داریم یا نه یه سری آزمایشات خیلی جذاب که در واقع تحقیقات هم اونا رو ساپورت میکنه یعنی بر تحقیقات دانشگاهی اینا آزمایش رو انجام میدن نتیجه رو اعلام میکنن بعد میرن مثلا با یه استاد دانشگاه یا هر آدم خبره توی اون زمینه صحبت میکنن که دلیل مثلا اون خروجی بوده خیلی جالبه من حالا پیشنهاد میکنم هر کسی که دسترسی داره اینو ببینه واسه یه قسمتم شروع کردم اونو ببینم بعد دیگه دیدم باز نمیشه هنوز هیچ چیزی تو ذهنم نیست یکی هم گشتم یه تتاک پیدا کردم بعد تتاک به این بود که چرا ما فراموش میکنیم و اینا اولش فکر کردم شاید این موضوع خوبیه بعد این همه دیگه راجبه مغز و هورمون و این داستانا صحبت کردیم خیلی باز جاش نبود گفتم برم ببینم چی بوده که تو طول هفته مغز منو به خودش درگیر کرده بود همین داستان بابک خورمدین بود <applause> گفتم یه ذره برم راجع به اون نگاه کنم یه ذره سرچ کردم فیلم آسانسور من اونجا دیدم چیه میتونی تعریف کنی فیلم توی آسانسور باتانه لحظه ای که اینا اون چمدونا و کیسه ها و اینا رو دارن میارن میذارن تو آسانسور مادره آسانسور رو نگه داشته پدر خیلی ریلکس داره کیسه ها اینا رو میاره میذاره تو آسانسور خیلی عجیب قریب اصلا باور نکردنی سرعال واقعا بعد اون فیلم یه ذره دیدم و بیشتر خوندم راجبشون که پدر مثلا اعلام کرده بود که آره پسرم مشکل اخلاقی داشته و نمیدونم مثلا دانشجوهای دخترش رو می آورد تو خونه یا نمیدونم دخترم مشکل اخلاقی داشت یا اون یکی دخترم با نواش بعد رفتاری میکنه و خلاص اینکه جفتشونم گفته بودن نه ما اصلا از آبجان نداریم چون اینا با ما بعد رفتاری کرده بودن و اینا این بود بعد گفتم خب برم ببینم چی میشه که پدر مادر میتونن بچه های خودشون رو بکشن یه نگاه کردم بود مثلا یه حالات مختلف بود دلایلی که باعث میشه همچین اتفاقی بیفته بازدم نه اونم چنگی به دل نمیشه کار من نیست بعد بی بی سی چند وقت قبل یعنی بعد این اتفاقات بابک خورم دین یه پست به نظر من جالبی و گذاشته بود از آدم ها پرسیده بود که اونایی که تجربه بعد تو دوران کودکیشون داشتن با پدر مادرشون نمیدونم حالا اون پست رو دیدی تو اینستاگرام یا نه دختر پسر آدم مختلف صحبت کرده بودن که مثلا چه برخوردای بدی پدر و مادر باهاشون. کرده بودن و این چه تاثیرات عمیق جبران ناپذیری روی بزرگسالی اون آدم رو گذاشته بود مثلا یه دختری یاد میکرد که مثلا خیلی با خوشونت باش رفتار شده و مهر و محبتی نبوده و این میگفت مثلا من همیشه توی رابطه هم با جنس مخالف مشکل داشتم از این مدل داستان پسری تعریف میگم مثلا پدر این پسرای خانواده رو میزده دخترا رو نمیزده هر کدومشون یه مدل آسیب دیده بودن بعد این مدت هم به واسطه حالا این داستانه بابک خورمدین خیلی بحث راجع این شده بود که آقا این تقدسی که ما برای پدر و مادر قائل میشیم آیا واقعا درسته یا اینم جز اون مسائل فرهنگی که ما هیچ وقت بهش فکر نکردیم صرفا مثلا گفتن نه بهش زیر پای مادران هست و نه پدر و مادر به پدر و مادر خود اوف نگویید و اینا این دیگه مثلا مونده تو ذهنمون که به مادر خود نیکی کنید آره این مونده تو ذهنمون که به هر ترتیبی که هست اونا خیر ما رو میخوان و هر رفتاری هم که بکنن جایز هستن که همچین چیزی بشه حالا اونایی که مهاجرت کردن با این قضیه بیشتر آشنان که اینجا چقدر فرق داره با شرایطی که تو ایران هست تو ایران مثلا به در مادر هر رفتاری بخوان میتونن بکنن خوشونت میتونن به بدن آینده بچه رو میتونن انتخاب کنن ولی اینجا اینجوری نیست دیگه اینجا خوشونت به خرج بدی درجه دستگیر میشی آینده بخوای دستکاری 18 سال به بعد طرف از خونه میره بیرون فرق هست دیگه تو ایران بچه تا سی سال خونه نگه میدارن میتونن روش اعمال قدرت بکنن اینجا بچه هیچ دست از خونه میتونه بره بیرون آزادتره این چیزای مختلف یعنی حالا ماهایی که اومدیم این ور بیشتر دیدیم که این تضاد داره با باورهایی که تو ذهن ما که خب نه پدر مادر تو جایگاه درست نشستن هر چیزی که بگن درست قطعا خیر ما رو میخوان اینا چیزی بگن قبلا هم حالا در مورد این اپیزود رفتیم معلوم میپرسن اپیزود چند واقعا نمیدونم تو این 285 تا اپیزود آدم یارش نمونه ولی اپیزود رفتیم گفتیم که شرایط اقتصادی اینجا در واقع دست و بال جوونا رو بازتر میذاره برای اینکه بخوان از خونه برن بیرون و تو ایران این شرایط وجود نداره و این شاید میتونه فاکتور خیلی مهمی باشه یعنی اینطوری نیست که آدما تو ایران نمیخوانی اتفاق بیفته شرایط اقتصادی که نمیذاره آره قطعا بحثی نیستش که بچه ها تو ایران نمیرن نمیشه اینجا و یا نا آدم که سخته آره آدم اینجا که با ایران فرقی ندارن آدم هن دیگه اینجا شرایطش هست هر کسی میتونه کار کنه متاسفانه ایران شرایطش نیست خلاصه گفتم که برم یه ذره ببینم روی این داستان چجوری میشه کار کرد که حالا این تقدس از تقدسی که برای پدر مادر توی فرهنگ ما قائلیم از کجا میاد این درسته درست نیست و اینا باز اون کار من نیست رسیدیم به اینجا هنوزم نمیدونم خاطر کار دیگه دیدم نمیشه دیگه آره این دیگه دیدم نمیشه بعد دیگه دراز کشیدم اون لحظه گفتم که شل کردم نمیشه یعنی هیچ چیزی نمیمد این شاعرها میگن طبعمون کور شده بود چیزی که دوست داشتم راجعش صحبت کنم نمیومد دراز که کشیدم یهو یه قسمتی از این اکسپریمنت میشه برگردی یه قسمتی از این اکسپریمنت هایی که تو این 100 می میکردن اومد تو ذهنم که خیلی جالب بود این بودش که اینا میخواستن واکنش ناخودآگاه آدما رو بسنجن و اینکه ما چقدر بایستیم و اینا خب بعد این آدما رو می آوردن میذاشتن توی مثلا سالانی که میتونن تیراندازی کنن ولی تفنگی که واقعی نبوده یه تفنگ علکی بود بعد یه سری حالا مانع جلوی اینا بود اینا وایستاده بودن پشت میزی از این مانع ها یهو تصادفی آدمی میپرید بیرون هم. این آدم ممکن بود گوشی اینجوری دستش باشه یا تفنگ و اینا وظیفه‌شون بود که اونی که تفنگ داره رو بزنن خب ریاکشنش آره که تو ناخدا گفت بعد خیلی شرایط استرس آوری میشد آدم مثلا الان میشنه فکر کنه راحتی یه دختر گریه کرد چون چندتا آدم بی مثلا بهش ناخداگاه شلی کرد ولی کل این ستاپ یه ستاپ در واقع کنترل شده بود برای آزمایش آخر توی مورد آخری که دوتا آدم میپریدن بیرون یه آدم از این ور یه آدم از اون ور یکی سفید پوست یکی سیاه پوست از پشت این مانه میپرید بیرون جفتشون گوشی دستشون بود یعنی برخورد درست این بود که شلیک انجام نشه میتونید حدس بزنید چه اتفاقی افتاد به صورت ناخداگاه سیاه پوست رو زدن و این مستقل از رنگ پوست شلیک کننده بود سیاه پوست هم سیاه پوست رو زدن آه. خیلی جالب این قضیه <applause> خب اون روز شبیهش برای ما هم اتفاق افتاد نشسته بودیم بعد اینکه والیبال اینا بازی کردیم نشسته بودیم <applause> دو تا ماشین شاسی بلند اومدن رد شدن اینا سانروف رو باز کرده بودن از اینا آدم اومده بود بیرون خب داشتن, داشتن ویدیو میگرفتن داشتن ویدیو خب ولی حالا پوست تیره ای داشتن و ما اینجوری این که او نکنه مثلا اینا میخواد به شوخی دیگه ولی تیراندازی کنن خب نه شاید هم به خاطر حالا اتفاقات یعنی اتفاقات, اتفاقات اخیر داریم. ولی اگه اون آدم مثلا یه رنگ دیگه بود داشت آیا ما این حرفو میزدیم نمیدونیم دیگه احتمالا من میزدم حالا منظرم اینه که این آزمایشش رو انجام دادن یعنی آدمایی که شلیک میکردن مستقل از اینکه چه رنگ پوستی داشتن داشتن تصادفی به اون آدم سیاه شلیک میکنه بعد نکته جالب این بود آدم سفیده که تو اون جنب توی اون حرکت از پشت ما نمیپرید بیرون کاملا غریبه بود اینا اون آدم سیاه رو میشناختن یعنی یکی از کسایی بود که توی اون حالا ستاپ برنامه و اینا قبلا بیان... یعنی هم تیمیشون همه باج رفیق بودن خیلی هم آدم کیوت بود بعد میفهمیدن اونها همه ناراحت میشدن عسقایی میکردن ولی ببین ناخداگاه به اون شلیک کرد خب و این اومد تو ذهن من یهو بعد جمله های مادر پدر این دیدم میومد تو ذهن من که اینا داشتن میگفتن که نه ما اصلا عذاب وجدان نداریم باور داشتن که کار درست انجام دادن هم. خیلی بر من عجیب بود که تو چطور ممکن یه همچین کار وحشتناکی رو انجام بدی ولی باورت این باشه که مثلا پسر تو چون با حالا دانش جای دخترش رو میاره خونه تو در اون جایگاه هستی که با اون هر کاری بخوای بکنی میدونی یعنی یه باوری به یه چیز خیلی عمیقی یا در واقع این با... باوره توی یه جایگاه خیلی عمیقی از مغز این وجود داشت که به این این اجازه رو میداد و این هم هیچ حس بدی نداشت در صورتی که ما انسان اگه من با ماشین بزنم به یه حیوانی که خیابون رد میشه من حالا بد میشه دیوونه میشیم آره ولی این بچه خودش حاضر اون کارو باش بکنه چون به یه چیز عجیب غریبی باور داره توی تاریخ هم زیاد خوندیم دیگه به خاطر باورهای مختلف آدما کارهای عجیب غریبی کردن ولی اون باور اونقدر محکم بوده اینا سرپا موندن و از هم نپاشیدن اصلا در موردش اپیزود از همون کالتی که رفته بودیم در موردش اونا به یه چیزی باور داشتن که بر اساس باور خودشونو کشتن آره <تصفح> بچه های خودشون هم کشتن آره یعنی آره. اونم رو همونو دیگه. آره بعد قبلا هم اپیزود <تصفح> <تصفح> قبلا هم خونده بودن مشابه این تصویر تیراندازیه اومده بودن یه آزمایشی رو انجام داده بودن در واقع به آدما تصویر آدمای مختلفو نشون داده بودن بعد دیده بودن دو سوم اون شرکت کننده ها وقتی که تصویر یه آدم حالا تیر پوست رو میدیدن بخش امیگدالای مغزشون فعال میشد که اون بخشی که حالا برای وا... واکنش احساسی و فایتور فلایت حالت اون رو تنظیم میکنه میگه قبل اینکه حالا شما آگاه بشید به یه خطر ممکنه اون بخش فعال شده باشه و بدن شما رو آماده پاسخ کرده باشه تو اون آزمایش دقیقا مشابه همین حالت تیراندازی اون آدما باز هم اون بخش مغزشون فعال شده با دیدن تصویر کسی که پوست تیره تری داشت خیلی جالبه دیگه تازه میرفتی از اونها میپرسیدی اکثریتشون اینجوری بودن که نه اصلا همچین پیشراوری ها ندارن ولی داشتن چون اون دیگه ناخداگاه داره اون بخش فعال میشه آزمایش اینطوری زیاد انجام دادن در واقع برای نجات پرستی حالا به واسطه اینکه یه بحث خیلی مهمیه اینجا یاد باشه یه سری آزمایش انجام داده بودن روی حتی بچه هایی که سیاه پوستند و میرفتن اونا اگر که بهشون یه دونه عروسک سفید پوست سیاه پوست رو میدادی سفید پوست رو انتخاب میکردن چون که فکر کردن اون زیباتره حالا به مراته میگم آزمایش ها اینطوری متاسفانه زیاد انجام شده و میبینی که از سنین خیلی پایین تر این حالا فشارا روی این بچه ها هست و اینا شکل گیره و همینطوری باشون بزرگتر میشه و بزرگتر میشه و, و هرچی هم میاد بالاتر احساس اگر که بخوایم درست کردنش سختتر میشه دیگه lack of better word. آره بخواهیم. حالا دقیقا این قصه هم خواهد راجعه همین صحبت کنم خواستم راجعه باور صحبت کنم که اینکه این باورها چی هن؟ از کجا میان چرا انقدر قوی هن تو ذهن ما م. یعنی طرف باور داره که پسرش حالا بهش حالا جفا کرده و اون لایقه که هر جوری دلش میخواد جواب اون قضیه رو بده این خب باوره یا یعنی اون دوباره یه باور توی سطح ناخداگاهه که مثلا اون آدمی که پوست تیره تری داره احتمال مجرم بودنش بیشتره درست بعد توی این مطالعات سه تا گروه مختلف هستن که این مطالعات انجام میدن یه نوروساینتیست ها هستن که زیاد راجع بهشون صحبت کردیم مغز رو میذارن توی دستگاه امارای میبینن کدوم بخش مغز بیشتر فعال میشه توی حالا یه سری آزمایش که انجام میدن بعد نتیجه گیری میکنن یه بخش دیگه روانشناس و انتروپالاجیست ها هستن که مردم شناسن اینا دستگاه امارای نمیذارن مغزو ولی میان مستقیم تمرکز مطالعه رو میذارن روی تعامل بین انسان ها یه حالا ظاهرا فیلد به نسبت جدیدی هست بهش میگن سوشال نوروساینس این ستا رو با هم قاطی کرده که هم مغز رو به صورت فیزیکی حالا مورد مطالعه قرار میدن که چه مواد شیمیایی ترشح میشه کدوم مغز فعال میشه همین که تعامل بین انسان ها رو انداز در مورد مطالعه قرار میدن که این برای فهم بهتر روابط بین انسان ها خیلی نیاز بوده این هایبرید این ستا با هم و میان حالا مطالعه میکنن اون مبانی عصبی که فعال میشه به کار گرفته میشه توی تعامل بین انسان ها مطالعات جالبی انجام دادن اینو برای حالا همین داستان باور و اینا انجام که این باوره برن مطالعه کنن ببینن چی از کجای مغز داره میاد بیرون بعد م... آره این مطالعاتی که حالا این گروه انجام دادن توی راستای این که ببینن باور چیه خیلی جالبیه سریاش دیدن حتی اون آدمایی که مغزشون به صورت فیزیکی هم آسیب دیده بود حالا توی تصادفی هر چیزی یه سریاشون باورای سیاسی مذهبی خودشون رو حفظ کرده بودن یعنی <applause> با اینکه مغز آسیب دیده درست کار نمیکنه ولی همچنان باور سیاسی مذهبی حفظ شده یعنی یعنی همچنان آدم پریه مثلا. مثلا که ترامپ مثلا همچنان آدم پریه یعنی با اینکه چیزای دیگه مثلا کار نمیکنه ولی به اینی هم آره. دارد. آره این خیلی جالبه یعنی مغزه با اینکه آسیب دیده ممکنه حتی دست و پاشون حتی درست کن بده ولی باوره به حالا اون تفکر سیاسی که از قبل داشته باور به اون مذهبی که داشته توی این آدم حفظ شده که خیلی جالبه حالا باور به صورت کلی چیه یه ساختار ذهنیه که به ما کمک میکنه دنیا رو تفسیر کنیم خب ما که صبح از خواب بیدار میشیم ما یه باوری از وجود خودمون داریم یه باوری از شناخت خودمون داریم با اینکه ما اکثر وقایع زندگیمون رو فراموش میکنیم یعنی تو حافظه ما نیست تو دیروز چی کار کردی الان ازت بپرسم مثلا قضا چی خوردی ساعت چهار چی کار کردی اینا تو ذهن ما احتمالا نیست دیروز باشه دیگه هفته قبل که قطعا نیست ولی ما همچنان یه تصویری از خودمون و وجود خودمون داریم تو صبح که بیدار میشی میدونی کی با اینکه اکثر زندگی تو از یاد بردی خیلی جالب دیگه همچنان یه باوری تو به خودت داری که بازم نمیدونیم از کجا میاد با اینکه اکثر وقایع زندگیمون هم از یاد بردیم ولی همچنان این هست یا در واقع این ذهنیت که به ما کمک میکنه دنیا رو تفسیر کنیم و اینجوری در نظر بگیریم ما دو نفر که با هم صحبت میکنیم صحبت هایی که حالا از دهان من خارج میشه تا بیاد به گوش شما برسه فرض کنید از یه جعبه ای گذر میکنه که این جعبه جعبه باورهای شماست خب اون جعبه به شما کمک میکنه که این سیل اطلاعاتی رو که دارید از محیط میگیرید رو یه طوری تفسیر کنید و مغزتون رو به سمت پاسخ دادن به اون حالا اطلاعات محیطی هدایت کنید مثلا اگه یکی جلوی من شروع میکنه حرف زدن همون لحظه ای که شروع کنه بگه مثلا توی کار حرفیش نیاز داره یا سری آدم زیادی رو استخدام کنه یا اگه قرار یه کاری انجام بده میاد انرژی میفرسته به اون کاره که خروجی مثبت بده همونجا بدبینی من رو تمام و کمال خریده چون وقتی حرفای اون از صندوق باورهای من رد میشه از اون باکس رد میشه چون تناقض داره با باورهای من بلافاصله من به اون آدم یه برچسب زدم توی ذهنم که حتی اگه بعد اینکه این, این داستان رو تعریف کرد بیاد فیزیک کوانتوم رو هم برای من توضیح بده دیگه توجه من رو خریدار نیست ام. به خاطر اینکه با, با باورهای من متناقضه درست این حرف دنیا رو هم بعدش بزنه چون از صندوق باورهای من از اون فیلتر نتونسته موفق بیرون بیاد این اتفاق میفته این و این برای همه ما ها هست هر کدوم ماها بالاخره به با یه سری مسائل باور داریم و توی محیطی که قرار میگیریم که یه سیل عظیمی از اطلاعات به ما حجمه میاره مغز ما واسه اینکه درست بتونه پردازش رو تفسیر کنه و در راستای پاسخ دادن قدم ورداره از اون باورها استفاده میکنه پس باورهای ابزاری به ما میده که ما تفسیر کنیم دنیای بیرونمون <تصفح> ولی خب همچنان نمیدونیم از کجا داریم میاد بعد این آدمایی که ازشون پرسیده بودن تو اون آزمایش عکسه که کدوم عکس قابل اعتماد تره و حالا فعالیت امیگدالای مغزشون بیشتر شد وقتی حالا عکس آدمای تیره رنگ تر رو دیدن حالا یه سریشون ممکنه اصلا باور داشته باشن که آدمای تیره رنگ تر ممکنه باشن که اصلا مورد صحبت ما نیستن ولی اینا خیلیشون باور دارن که پیش آدمایی نیستن که پیش داوری بکنن یعنی آدمایی نیستن خودشون کن. فکر میکنن که آدمایی که خودشون فکر میکنن که اصلا هیچ فکر منفی نسبت به هیچ گروه خاصی ندارن ولی در صورتی که ناخودآگاهشون این فکر منفی رو نسبت به اون گروه خاص اتفاقا تمام و کمال داره ها. خب حالا پس تا اینجا هنوز زمینی باور چیه میگه که باور اون پیشداوری یا ترسیه که ما از فرهنگ رایج میگیریم فرهنگ رایج اینه که فرد تیر پوست اونجوریه ما اون پیشداوری رو داریم فرهنگ رایج مثلا توی ایران من مثال بزنه. آره, هز... آره آره آره. فرهنگ رایج الان اینه که هر کسی که اسم توی بازیش آسیاییه حتما داره چیت میزنه <laughs> Yeah. آره یه مثالی هم هست فکر کنم ویدیو ویدیوشو دیده باشید تو اینستاگرام اینا اینجا سری موتور سوار هستن اکثرا هم موتور هارلی دیویدسون دارن و مثلا فیزیکی یک کمی بزرگ اندام درشت درشتن آره تتو آره آره دارن و اینا و خب مثلا تو ذهنیت اینه که مثلا اینا آدم های خطرناکی و فلان برای ویدیو هست از یکی اینا توی تو, تو اینستاگرام من دیدم طرف موتور سواره داره پیاده شده و یه بوز دستشه یه بوز خیلی کیوت و یکی هم داره توی ماشین فیلم برداری میکنه بعد طرف و بوزش بزش میاد مثلا این, که داره فیلم برداری میکنه سلام علیکم میکنن اینا میگه این پت منو مثلا نشون میده که این نیست که حالا روح لطیفی داره آره روح لطیفی داره این که حالا این موتور رو سوار میشه و این استایل رو داره آدم بدی نیست اینطوریه آره دیگه مثلا تو فرهنگ ما چون اون کسی که تتو میزنه آدم بدی حساب میشه اون آدم که تتو که بتونن چی؟ تتو نه برو <تصفح> نمیدونم خیلی چیزای دیگه یا اون کسی که چه میدونم حالا قدیم اینجوری بود چون دختر پسر اگه رابطه می داشتن خیلی وای مثلا اینا دیگه حتما آدمای بدی بودن و اینا اینا تو فرنگای ما هست دیگه یا از این داستانا داریم باور پس میشه اون ترس یا اون پیش داوری که شما به صورت مال خداگاه ناخداگاه از فرهنگ رایج دارید میگیرید و اعمال میکنید گفتم مثل اون جعبه ایه که شما ازش استفاده میکنید که تفسیر کنید حجم اطلاعاتی که از بیرون میگیرید حالا در واقع باور باور یه هم حافظه است خب میگه یه شبکه ای از نورون های که فایر میکنن این مغز رو که توی دستگاه ام میذارن مغزمون تعداد خیلی زیادی نورون داره این نورون ها تحت شرایط مختلف یه بخش های مختلفشون اینا شروع میکنن فایر کردن در واقع اکتیو میشن اکتیو میشن اطلاعاتو از خود اون نورون میده به نورون بعدی که حالا پردازش بشه تو سطوح مغز و به نتیجه گیری برسه <تصفح> میگه که یه شبکی از نورون ها هست که وقتی یه ایونت خاصی اتفاق میفته اینا فایر میکنن مثلا شما یه بوی خاصی به مشامتون میرسه این مثلا فلان حافظه شما فایر میکنه یا آهنگ گوش میدی مثلا سری آخری که اون آهنگو مثلا تو جاده گوش دادی اون خاطره یادت میاد شبکه از نورون ها با هم فایر میکنن توی یه ایونت خاص حالا میگه هر چقدر این شبکه بیشتر به کار گرفته بشه قوی تره اینجا دیگه میشه باور چرا خیلی. چون زیاد تکرار شده مثلا باورهای مذهبی از بچگی که بزرگ میشه اینقدر تکرار شده اون هاف... اولین بار که تو اونو میشنوی سری دوم اون دیگه حافظه تو مموری توه خب ولی چون این انقدر زیاد تکرار شده اون نورون ها انقدر فایر کردن توی اون ایونت خاص که سری بعد که تو میشنوی این باور ای توه و انقدر عمیق شده توی مغزت که اون کسی که حافظش رو از دست داده اون کسی که مغزش هم آسیب دیده همچنان باور سیاسی مذهبیشو داره سهجش. چون رفته توی جای عمیقی شبکی از نورونا که فایر میکنن این میشه حافظه هر چقدر بیشتر ما اینو به کار بگیریم این شبکه قوی تره همین پس یه حافظه خیلی قویه باور آ... چون زیاده میشه کرد آره حالا جلوتر میگم ای ای اوکی. حالا پس این شد باور حالا پس وهم چیه دیلوژن چیه دیلوژن دقیقا ساختار باور رو داره فقط محتویات اون حافظه محتویات غلطیه که <متصفح> غلط و درستی شو حالا همینو میخوام بگم و باور حافظه دیگه <تصفح> باور حافظه <تصفح> <تصفح> <است>. حافظه <تصفح> که زیاد تکرار شده اون شبکه نورونا اینقدر فایر کردن که اون ارتباطشون قوی شده ما در ستون ناخداگاه بهشون دسترسی داریم وهمم هم دقیقا همونه فقط محتویاتش میتونه غلط باشه آه. حالا فرهاد سال پرسید درست غلط چیه نمیدونیم ام. از کجا معلوم 99 درصد باورایی که ما داریم غلط باشه این هیچ جوابی براش نیست که وقتی اون آدم میاد بچهش رو مثله میکنه میاد میگه نه من هیچ عذاب جانی ندارم اون باور داره به اون قضیه او؟ اون به اون قضیه باور داره حالا این باوره درسته این وهم دیلوژنه یا تروثه ام. خود ماها هممون یه عالم باور تو ذهنمون هست مثلا من این باوری که راجع به انرژی و این چیزا میگم میتونه غلط باشه دیگه میتونه اشتباه من باشه ولی من باور دارم روش دارم اکت میکنم تا حالا چقدر از این باورهایی که ما تو ذهنمون هست درسته یعنی دیگه بعد بشین خودمون بررسی کنیم دیگه ولی شمشیر دو است دیگه هم میتونه خوب کار کنه هم میتونه بد کار کنه بعد کار کردنش اینو توی داستانه شسوش مغزی ازش استفاده میکنن چینیا thought reform کمپ داشتن مم. که می اومدن مغز دستکاری میکردن کالت ایوان اولش گفت تمام کالت ها از این شستش مغزی استفاده میکنن چهار تا کار رو انجام میدن اینا که شستش مغزی میخوان برین واش میخوان بکنن یکی اینکه اون فرد رو ایزوله میکنن کنترل میکنن که چه اطلاعاتی از بیرون بهشون میرسه کاری که تو کره شمالی اتفاق میفته اطل... ارتباطشون با دنیای بیرون قطعه اگه بری بهشون بگی مثلا تیم تو رفت جام جهانی قهرمان شدم اونا باور میکنن همیشه قهرمان هم چون که اطلاعات با دنیای بیرون قطعه <applause> بعد میگه که باورهای قبلی رو محل شک قرار میدن یعنی شروع میکنن شک کردن به باورهای قبلی توی اون محیط کنترل شده که از بیرون اطلاعات نمیرسه فرض کن تو باور داری به انسان دوستی خب اطلاعات تو اطلاعاتی که به تو میدن و محدود میکنن ارتباط تو, تو با دنیای بیرون قطع میشه هی میان اون انسان دوستی تو رو هم مورد شک قرار میدن مثلا به نشون میدن که انسان ها به خودی خود موجودات خوبی نیستن اینا ممکن همدیگه بکشن اگه تو قوی نباشی تو رو از بین میبرن تو دیگه شروع میکنی شک کردن به اون چیزایی که تو ذهنته خب بعد یه باور جدید و مرتب تکرار میکنن برای تو هی میان میگن فلان 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 مهم. و کل داستان توی یه فضای احساسی انجام میشه اون مستند Wild وایلد کانتری رو اگه دیده باشی رو باشو، کل داستان یه فضای خیلی احساسی بود آدم‌ها شروع میکنن گریه که چون اینا مدیتیت میکنن دسترسی پیدا میکنن به ناخودآگاهشون خیلی فضا احساسیه باور قبلیشون مورد شک واقع میشه یه سری چیز جدید مرتب تو گوششون تکرار میشه و اینا شروع میکنن به این داستان ها باور پیدا کردن تمام چیزایی که ما بهشون باور داریم همینجوری انجام شدن تو ذهن ما چه باورایی داریم باور داشتیم مثلا باید تو درس بخونی توی کارت باید موفق تو همیشه باید تو کامپتیشن شده موفق عمل کنی یه جالب بگم عزب عزب باید. یه بخشیم. خیلی, بخشیم. خیلی هم تو از اون سوال پرسید بعدش باور داریم بخشیم. که ما باید کمالگرا باشیم یعنی ارزش ما وقتیه که کار رو تمام و کمال انجام بدیم و توی خوبها باشیم اینا باوره ذهن ما از بچگی تمام ما ایرانیا کردن تو ذهنمون یه سری از خارجی هم همینطور نمیدونم باور داری چون مثلا وارد یه رابطه شدی به هر کیفیت تو اینو باید تا آخرش جلو بری و هیچ حق انتخاب دیگه ای نداری <applause> قدیم حالا باور داشتن نمیدونم قبل رابطه تو نباید رابطه داشته باشی قبل, قبل ازده. ازده <تصفيق> <چاره>؟ <تصفيق> پیش رابطه <applause> آره اه اینا هم همش اینجوری رفته تو ذهن ما یعنی هی مرتب تکرار شده احتمالا یه فضای احساسی عاطفی بوده زمان جنگ مثلا آدما رو چیز میکردن که برن روی مین یه فضای احساسی با درست میکردن که یعنی آدم عاقل که این کارو نمیکنه ولی چون فضای ایجاد شده بالاخره از این مکانیزم شوشوش مغزی استفاده میکنن آدما رو تشویق میکنن میرن روی مین این باوره به خاطر اون تکرار ایجاد شده و تمام باورهای به خاطر اون لزوماً درستن نه میتونه وهم باشه چون ساختار وهم و باور گفتیم این همه یه حافظه قویه مجموعه از نورون به هم متصله که انقدر اینا فایر شده انقدر اکتیو شده خیلی ارتباط این نورون ها قوی شده که حتی مغزی هم که آسیب دیده همچنان اون باوره توش فعاله یه سوال ریز ارزش و باور از لحاظ بار معنایی کجا رابطه رابطهشون چیه با هم یعنی مثلا این باور خوب خیلی هم میشه گفت یه نوع ارزشه میدونی آره ببین اونو باید ارزشیه فلا... اونو باید فلاسفه اونایی که اخلاق رو مطالعه میکنن احتمالا جوابشو بدن اینجا در واقع ارزش میتونه از او باوره بیاد من بیشتر مکانیزم فیزیکی شیمیایی باور رو دوست داشتم بهش نگاه کنم بس درست میگی خیلی چیزهایی هم که ما بهش لفظ در واقع صفت ارزش رو الساق میکنیم از باورهای ما میاد آه. یعنی، اون فردی که باور داره چون مثلا یه سری مثالی که میذدید یه نوع ارزشه مثلا رابطه ارزش هم ده. همون باوری که تو فرهنگ ما هست باوره چیه اون فرهنگ رایجه تو فرهنگ رایج اینه که مثلا فردی که فلان رفتار رو داشته باشه نه به خلق خدا کمک کنه و نمیدونم نم. دروغ نگو و اینا آدم خوبیه خب اینا میتونن خیلی مرتبط باشن ولی حالا صرف اینکه ارزش چیه اونو دیگه فلاسفه که اخلاق رو مطالعه میکنن ایمان یاد بسم. چیزی میخواستی بگی؟ اه نه حل شد حل شد؟ داره. بعد خیلی ج... این حالا شستوش مغزی رو اینجوری انجام ده. بعد نکته جالبی که راجعه حالا باورا اینا هست اینه میگه که دو تا بخش مغز ممکنه که یاد بگیرن که با همدیگه فایر کنن لزوما هم به هم متصل نباشن یعنی دو تا مفهوم مجزا توی مغز شما عادت کردی که همزمان فایر کنه مثلا من اینجا بیا شما بگم فوتبال جمعه با کفش مردونه مثلا کفش مردونه که هیچ شبتی به فوتبال و جمعه نداره ولی مغز شما عادت کرده این دو تا مفهوم رو به هم متصل کنه اینو بریتیش نشنال پارتی اومد یه کار تیپیکال انگلیسی انجام داد رو این قضیه اون زمانی که داستانای چیزی سر انگلیسی <تصفح> از لندن جمع نمی‌کردن یاد <applause> <applause> نه تو خیابون مونده بود و بله بله توی اون بازه این بریتیش نشنال پارتی اومد گفتش که مهاجرا رو رو, رو, بله. رو, رو, رو رو سر ما خراب دامپ کردن آشغالو دامپ خیلی چیزا میتونی دامپ کنی دیگه دامپ حالا میشه مثلا یه جا تخلیه کردن اومد گفتش که مهاجرا رو روی حالا سر ما خراب دامپ کردن ما باید اینا رو حالا بفرستیم الان آشغالای توی خیابون رو جمع کنن چون اون موقع مثلا شرایط لندن اونجوری بودی که آشغال زیاد بود این در واقع کاری که میکنه چیه همون فوتبال جمعه با کفش مردون است این نمیاد مستقیم بگه که مهاجرا آشغالن ولی میاد اون حس بد مربوط به خوندن اخبار ناخوشایند آشغال رو وصلش میکنه به مهاجرایی که دامپ شدن رو سرشون و شما رو ناخداگاه منیپولیت میکنه که حس بد پیدا کنی نسبت به مهاجر آفیت باشه بازی با کلام واسه دیگه دام چون که معنای آشغال هم میده آره آره خیلی جا دام به کار میره معنی بد نداره ولی میاد دامپ و مهاجر و آشغال توی یه محیط به کار میبره اینو هی تکرار میکنه برای تو تو دیگه سری بعد که این رو خوندی حس بد نسبت مهاجر پیدا میکنی اتفاقی که احتمالا راجع به اون پوستای تیر رنگم اتفاق افتاده انقدر اینا رو ما هم وصل کردن که تو دیگه تو سطح ناخودآگاه اون بخش مغزت زیاد شروع میکنه فعال شدن حالا آره همه این حرفا رو زدم اون همه سخرا کبرا که من به اینجاش برسم اونجا برا. که ایمان سوال پرسید میشه اینا رو تغییر داد آره بگو بگو. این اشیای زی... <تصف> <از آدم کن. تصف> این در واقع مفاهیمی که توی ذهن ما خیلی عمیق جاسازی شده رو میشه عوض کرد چه جوری اون کاری که این شستش مغزی انجام میدن شما میتونید با خودتون انجام بدید ولی تو مسیر درستش بله. میایم به چالش میگیریم باورهایی که توی ذهن ما هست رو و اونا رو محل تضاد قرار میدیم یعنی تضاد پیدا میکنیم براشون خب مثلا چه میدونم این باوری که پدر و مادر مقدسند و هر چی بگن درسته تو میری تضادش رو پیدا میکنی پدر بابا که خور خب میبینی خب این میتونه متضاد باشه به چالش گرفتی اون باوری که توی ذهن تو بوده رو یا حالا ممکنه شما باورهای دینی داشته باشید یه سری آداب رو همیشه دنبال کنید میری اونا رو محل چالش قرار میدید تضاد براشون پیدا می‌کنی. دو اینکه با منطق به غلط بودنشون پی میبریم یه وقتی غلط هنی دیلوژنه وهمه باور درست نیست محتویاتش غلطه میریم با منطق به اون غلط بودنه میپردازیم و جایگزینشون میکنیم با یه باور بهتر خب مثلا چه میدونم شما یه سری باور بد داری که برای سلامتیتون بده چرا مثلا ایمان میگه من عادت کردم که موقعی که میخوابم مثلا یه صدایی باید تو گوش من باشه اگه حالا یه روزی متوجه بشه اون صدای باعث بشه کیفیت خوابش رو بیاره پایین با اینکه بهش باور داره میتونه با این تفکرات اون رو محل شهر قرار بده تضادش رو پیدا کنه ببینه مثلا باعث شد خواب بد ببینه اینو جایگزین میکنه با یه فعالیت بهتر مثلا اتاق رو تاریک میکنه محیط رو آروم نگه میداره میبینه او بهتر خوابیدم به مرور این باورها رو ما میتونیم ضعیف کنیم این اصلا بحث بخش جذاب چیزی که کلا میخواستم بگم تو این اپیزود همینه که مثلا چون اگه شما شخصی هستید که اعتماد به نفستون رو از دست دادید و باور دارید که هر کاری رو که شروع کنید نمیتونید به انتها برسونید موفقیت آمیز این یه باوری که تو ذهن شما قرار گرفته شما این رو میتونید ضعیفش کنید با این سه کاری که من گفتم اگر توی جامعه مرد مثل ایران بزرگ شدید و این ایده های مرد سالاری ممکنه شما رو اذیت کنه مثلا شما به این فکر میکنی که به رابطه هایی که ممکنه پارتنر شما قبلا داشته فکر میکنی اون طور رو آزار میده در صورتی که برای خودت این اجازه رو قائلی که هر کاری دلت خواسته تو زندگی کرده باشی این یه باور غلط تو ذهن شما شما میتونید اینو ضعیف کنید فکر نکنید آخر دنیاست و تو باید غیرتی بشی و نمیدونم اصلا دو... دو غیرتی بشی نه اینو <تصفح> میتونی عوضش کنی اگه شما پدر و مادرید بچه دارید بچهتون لزوما منطبقه با رفتارهای شما نیست منطبقه با ارزش های شما نیست اصلا هم جنس این آخر دنیا نیستش که نمیتونید چون با باورهای شما در تضاده نمیتونی بری بچه رو که عوض کنی که اون طبیعتشه اینو میشه ضعیفش کرد اون باورها رو میشه ضعیف کرد و در نهایت به فهم رسید ولی اینکه تو بیای به اونجا برسید بخوای این تمرینه رو بکنی خودت تو, تو اون چیز بذاری به باکس بذاری رو خودت کار کنی خیلی به نظرم اصلا, اصلا. اصلش فکر کنم همون داستان باشه قطعا من اصلا نمیگم این چیز راحتیه من که حالا کسی نیستم ولی علم نشون میده که میشه این کارو کرد شما اون کانکشن اون نورونایی که با هم فایر کردن اگه هی تکرار نشه مدل دیگه ای تکرار بشه با مغز شست و شو میدن یارو به یه چیز عجیب غریب باور پیدا میکنه دیگه چرا شما نمیتونید اینو برعکسش رو انجام بدی به یه چیز خوب باور پیدا کنی از مه. یه چیز بد سریل هوملند بود دیگه کل <متحال> <متحال> طرف این بود که میشه این کارو کرد اگه ما درگیر یه سری حالا تحجر هستیم توی ذهنمون یه و... کلماتی استفاده میکنیم که با راحت <تص> تهجر از حجر میاد یعنی سنگ یعنی تفکر این از, از, از تهیج شروع کرد آره حالا اینجا مثل اینا رو من اصلا تا بار نشیرم و درم میشه اون یه گوستانده رو مثلش کن گوستانده شقه میکنن دادش نه شقه پرسه بعدش مثل یعنی بکنش <تصفح> <تصفح> آره اگه درگیر حالا این تفکرات عقبونده هستیم که هممون ممکنه باشیم مستقلات جایی که زندگی میکنیم تحصیلاتی که داریم خبر خوب اینه که میشه اینا رو تغییر داد آخر دنیا نیست اگه بچه شما هم جنس اگه مثلا کسی رو دوست داری که قبلا رابطه داشته و فکر می‌کنی اوه فلانه اگه اعتماد نفس به نفس نفستون کم شده همه اینا درست شدنی این. همین تشدید بذارم بذار میشه باور خودتون رو تغییر داد نه اینکه مثلا بچه‌تون رو تغییر داد اینو حواستون باشه سعی نکنید باور بچه رو تغییر بدیم سعی کنید باور خودتون رو نسبت به استانداردهای طبیعت رو نمیشه تغییر این یوال نوا خیلی قشنگ گفته بود تو کتابش میگفت میگن که فر... من گفتم چند میگه گفت. فرهنگ جلوگیری میکنه طبیعت, طبیعت... اینیبل میکنه به شما این امکان رو میده راجا همجنس اینو گفته بود میگفت طبیعت جلوی شما رو نمیگیره که همجنس باشی سیستمی که کار میکنه دوتا تا همجنس میتونن همچین کاری رو انجام بدن بله که جلو فرهنگ یکی جلوی شما رو میگیره فرهنگ هم همین باورایی که گفتیم تکرار شده تو محیط عاطفی فلان فلان کل اپیزود گفت که بگه فوتبال جمعه با کش مردم شا خیلی هم ندونه این داستان چیه ولی آهنگ میراتیدنه شاید از من بپرسین کدوم آهنگش من میگم نمیدونم همین چه حرف کنم ولی کارون یه طوری تموم کرد مثلا اینا بود که اگر میخواین من کمکتون کنم بیاد لینکو لینک با شماره 1-800 خودکست تماس بگیرید اونجا میتونید استشن اولمون هم مجانیه حالا کارون که داشت این تاپیکو رو میرفت تشکر کنم خیلی باحال بود نظرم به نظرم هر سری بخواب رو و این پروسه رو تیک کن خیلی جالب بود من یاد پری اپیزود خودمون همین اپیزود افتادم که بحث ابرو و اینا بود و متوجه, متوجه نف... بهش فکر کردم دیدم که آقا خب این یه باوریه که ما داریم و یه باور سمیه که آقا این مردونگی که حالا تو ذهن ما مردا و پسرا هست که آقا ما نمیتونیم ابرو برداریم این کار مثلا مردونه ای نیست مخصوص خانوما و شاید خانومایی که این کارم نکردن هم قضاوت کنیم آرایش و... همینطور یا آرایش و الان من شدم که آرائش. فکر فکر کنیم مردو آرائش نه زیاد کنم. که آرایش میکنن قضاوت میکنم آ نه حالا در کل حالا میخوام ف... فکر کنم اپیزود برم به زودی در, س... در مورد همین باورهایی که ما مرد, مرد... ما مردا داریم چون نه نیلوفر تازگی تتاکی و فرستاد در مورد این صحبت میکرد باورهای باورهای سمی که ما مردا داریم در مورد اینکه اصلا مردونگی چیه و حالا فکر کردم فکر کنم بد نباشه که حالا خودمونم اصلاح کنیم در مورد اون پری اپیزود آقا نمیدونم شاید یه شنونده هر کی که پسر باشه مرد باشه ابروهاش هم نمیدونم تمیز کنه این اصلا مسئله این نداره نه،, و... نه, ما اولش هم گفتیم من گفتم به خاطر اینکه اولش از ایران اومده بودم با هره. یه سری باورهای خیلی بسته و اینا آدم که اومده بود فکر میکرد که اشتباه اون هم. کار حالا الانم به من بگه میگم که نه علا, علا، علاقم این نیست که این کارو بکنی حالا هر کسی هم که میخواد این کارو بکنه به من ربطی نداره دارستیارم. ولی من خیلی کارهای دیگر حاضرم بکنم اون اپیزودی رفتی اونو وست کن ببخشید <coughs> حرفتو رو کردم وستش کن به اون اپیزودی که بروس و باراک تاشن راجع به پدراش رو سواتی بخ... کردن خیلی زیبا بود اون لذت بود وستش کن به گانفایت دیشن من میخوام اونم اینا... آها شد تشید داری سعی میکنی چی کار کنی؟ میخوام صفه همون زبط م. کنم اومدیم خونه رو آتیش شاید استفاده بشه. آن یه چند تا جالب بگیم هفته پیش با کارون رفتیم کوهنوردی خیلی خوش گذشت جا همه خالی بود به من خیلی سخت گذشت به خاطر اینکه میدونستم پارسال همین موقع همین کوه رفتم و خیلی راحت تر رفته بودم مشخص شد که کرونا عزیز باعث شده که خیلی من افت کنم ولی خبر خوش این بود که با... چند روز بعد اون کوهنوردی رفتم بیرون دویدم و خیلی خوب دویدم آره بری بودوی یه مسیج بزن آره این کارو میکنم میتونی هم نزنی با... که نه میزنم که لاغر اگه نمیام حس بدی پیدا بکنی مسیری که رفتین بالا چند کیلومتر بود دو کیلومتر فکر کنم الویش... آره تغییر ارتفاعش خیلی زیاده یه چهارم اولش خیلی واقعا دو کیلومتر دوستم آره. کمتره شوخ نکن چون بری... تو میگی بیشتره نه نه خی... کمتره من میگم دو کمتره خیلی تغییر ارتفاعش زیاد بعد اونجا من یه اشتباه استراتژی کردم رسیدم دم ماشینه چیز فرزاد فرزاد گفت گاز بدم فرزاد گفت گاز بدم گفت نه سوقت اسفا رفتم همون 25 درصد اول یه جوری فشار من افتاد آه. آره اصلا توجه نه نه, بگو گز رو گفت و تو چیکار کردی که من گز رو نگرفتم بعد قند من افتاده من کل مسی مشکل قند داشتم اوه قبلش قبلش فکر کردم که خوبم یعنی فرض دم ماشی ما گزرم با خودمون نبردیم بعد اون 25 درصد در اول یه جا قند من افتاد دیگه مجبور بشینم اصلا سرگیجه یه قنزل کلش بودی. دو نه کیلومتر کیلومتره و هشتصد و گین یعنی الویشن میدیبالا. آره که این خیلی زاوی عجیب خریبی داره مشکل اون ارتفاع هست مگه نه یعنی مسیح کتاهه گریزی من ایم. حالا میدونی من اینا رو میگم توی همین یه ذره فعالیتی که چند روز پیش داشتیم احساس کردم دیروز پیروز پیروز داشتیم احساس کردم سه این طور بود که من میرفتم فوتبال بازی میکردم دیگه آخرش خب ببین میرفتم صبح میرفتم پیش علی و فریناز چه خودم میدویدم دیگه رسیده بودم به اوج آمادگیم من دو ساعت یه تیک میدویدم تو فوتبال یعنی اصلا فقط منو برمی داشتم به عنوان حمالی که بدو فقط همین بره بودوه جلو از و دور عقب ولی الان اصلا توی د... میگن چی میگن <applause> <in> <تصفيق> اصلا کله <applause> دیشب یه فیلم دیدیم ما به اسم آس رو نتفلیکس به, کر... به کارگردانی آقای جوردن پیل نمیدونم <applause> 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 فیلم گدرتشون دیدید یا نه دیدم مال سای 2007 خب جوردن پیل من با فیلم ها و حالا کلیپ های کمدیش باش کلن آشنا شدم و ولی خب خیلی اینه کیان پیل آره خیلی اینه. کارگردانه کارگردان ماهری بازی هم میکنه, آره بازی هم میکنه. آره. توی فیلم های حالا ها... گداتو که کارون دیده و فیلم هم یه ذره بودش آره نمیدونم ولی کلا ذهن تو میرزه به هم تو فیلم من خیلی پیشنهاد میکنم فیلم آسو ببینید ما اینطوری بودیم که مثلا اه... یه دوم فیلمو که دیده بودیم اینطوری بودیم که چرا ما داریم این فیلمو میبینیم ولی جوری که حالا فیل نامه اینا بود نمیخواستی هم استوپش کنی خواست ببینی این و خیلی پیشنهاد هم ببینید همون گتات هم ببینید گتات هم اینجوری بود یعنی تا خیلی یه جایی که خب یه چیز مسخره آره. داره بتونش خیلی روتینه بعد بعد که یه مفهوم پشتش رو میفهمی و چه چه, چه یک جانریه یک یعنی نصف یک تو نه... جان جانریه جن... چی چی آس ام... تو حالت تریلر ترسناکه من عاشق دنیا که اومد دنبال تریلر بود هر فیلمی میخواد پیدا کنه باید تریلر باشه بله بس فیلم شد کریو تنت رو آورده تنت کریستوفر نولان آورد چرا سری خیلی سری و این این پیچیده ترین حالت دنیا فکر کنم تو دیدی؟ آره من واقعا نایدم خیلی سخته <تصفح> <تصفح> این مثلا اینسپشن و اینا را که دیدی؟ بله اون اینترستلار اینسپشن اینا مال اینترستلار تیرسفن... خیلی خوبه اینسپشن کریستوفر نولان درست دارم میگن بله بله اونا پیچیدن خب ولی پیچیده این اینترسپشن یا اینسپشن اینترستلار آ اینترستلار اینسپشن اینترستلار اینا جفتش اگه شما نکنم کریستوفر آره آره اونا پیچیده یه که تو میفهمی این یه پیچیده ای که من یعنی نمیفهمی خیلی پیچیده است بعد من دیروز با بچه ها که صحبت میکردم اینا بعدش رفتن دیدی تو یوتیوب مثلا توضیح میدن که چه اتفاق اینا اونو دیده بودن بعد یه چیزی به من گفتن که من اصلا نفهمیده بودمش و خیلی چیز مهمی هم بود میگن که بعد دو سه بار حداقل ببینیدش و فا... بعد به این بخونید بعد دوباره ببینیدش بلی... ببینید. ریتینگش یه ذره اومده پایین مثلا به هشت نمیرسه ام دی دلیلش اینه که آره اینسپشن رو داریم و این آره همش که دانکرک ما بعد موقعی که زبط میکنیم تلویزیون رو بذاریم ممنتو خب ممنتو رو هم ببینید اونم خیلی پیچیده اوخی. است ولی باز پیچیده قابل فهمه تنت رو اصلا نقدی که بهش میکنن اینه که انقدر پیچیده شده که دیگه نمیفهمی برای همین از جذابیت میفته من توی توییتر خیلی دیس ازش دیدم دیس ایرانی خیلی ها کوبیده بودن گوش ندید ایش. گوش ندید ببین دیس کردن هیت کردن خیلی ساده است آره ولی کریو نکته اینه که کریو تنت یکی از کریو ما دیروز داشتیم پیروز داشتیم <تصفح> چیز میدیدیم توش <تصفح> یهو <چیز تصفح> زد بیش بیش از حد دارین نگاه میکنین اون من که نبودم. نبودم منم نبودم منم نبودم از... میدونم نبودید میدونم از لازم من چه تانی... الان فقط کربیور میبینم نبودید ما کیکات شدیم خب پس کی داشته من نمیدون... تو رو کیکات کردم و اون ور بر... پولشو ندادی نه دارم 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 میگم که مشکل داره میدونم هیچ کدومتو نمیدیدی چه ساعتی بود هم فکر کنم تو دیگه بعد از ظهر آره همه همون بیرون بودیم نبودیم کاشفه هم هم میاد کارون یه بات گذاشته بده کریوان نگاه کنه بعد اصلا عقب جلو کردن تو این چیز فیلم رو بخواه عقب جلو بکنی. کنترولت مشکل چرا اون اصلا به کریو رفتی نداره عقب جلو چرا؟ نه اپش خیلی بده اپش افتزاهه چی داری ران میکنی؟ رو تیوی تلویزیون آشغال میتونی رو اپل تی وی ران کنی میتونی رو لپتاپ هر کدوم اینا آمازون فایر چیزش مثلا اون کلوز کپشنش آمازون فایرش کپشنش مشکلی نداره شوکرانوس چون قدیمیه مشکل داره یا مثلا میخوای بری اپیزود دیگه از اون وسط میزنی بعدیش مثل نتفلیکس نیست دیگه مثل مثل هیچ کدوم دیگه داری میاد تو اگه دنبال محتوا باشی من دنبال محتوا ولی منو دنبال زرد فرات فقط اداس خب یه موضوع دیگه هم که حالا این میگم جالب نیست دوباره داستان تلخ اخبار این جهان ماه این جنگیه که حالا البته الان آتش بس دادن بین اسرائیل و حماس من حالا مشاهده خودم در مورد خودم رو میگم که تو این فکر میکنم دو هفته اخیر این داستان ها بوده و تو کارون خیلی اشاره کرده توی تاپیکاش به اینکه خب جهان کلا یه جای نابرابریه و مثلا من داشتم خودم این اخبار رو میخوندم تو طی این دو هفته و مثلا میری یه تب باز میکنه این خبرها داره میخونی یا اینا بعد سریع مثلا من دنباله نمیدونم این بوده این بودم که قیمت مثلا یه سری استاک ها رو چک کنم و نمیدونم کریپتو کارنسی رو چک کنم بعد یه لحظه لایس کردم که بابا مثلا چیه این من اینجا نشستم زیر کولر دارم قیمت استاک چک میکنم یه سری مثلا اونجا اومدن بم میرزه رو خونه آره دیگه این خیلی من... جالب تلخی بود برای خودم بله یه خبر حالا سویچ کنیم روی فلوریدا فلوریدا عزیز با. چون زیاد نمیخوایم دارک بشیم همیشه از فلوریدا خبرهای عجیب و مثلا یه تمساه رفته خونه کسی و اینا میشنویم ولی این سری خبر جالب اومد پول که یه دختر 11 ساله یه رکورد گینس رو زده یه رکورد زده توی گینس و این بوده که حالا یه بکراند بگم ایشون آتیسم آتیزم داره یا آتیزم داره و خب افرادی هم که آتیزم دارن خیلی وقتا مثلا کارهای روزمره شاید مشکل باشه اینا ولی همه تمرکز و اون توانشون جمع میشه توی, توی موضوع خاص. تو ریاضی مثلا من خیلی شنیدم اینطوریه و این دختر 11 سال 11 سالم هم همینه که اسمشون هم هست سنا, سنا و داستان و اینطوریه که یک عدد دوازده رقمی و فامیلیش هایر ماث آره چقدر عجیب آره ده. هایر بود نه فکر کنم نه 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 آره اشتباهی داره لقبه مامانش هم آره دیگه هایر ماث <applause> چقدر بهش میاد آره واقعا و <applause> یه عدد دوازده رقمی و توی ده دقیقه بدون کاغذ و مداد و خودکار و اینا ضرب میکنه حالا ننوشته که با چه عددی ضرب میکنه ولی با توی ذهنش ضرب میکنه اون عددو درست میگم ننوشته با چی ضرب میکنه یه عدد دوازده رقمی بهش دادن که با یه عدد دیگه ضرب بکنه تو ده دقیقه زیر ده دقیقه تمامش کرد و خب اینم خیلی خفن بود با تشکر از فلوریدا هرچند فلوریدا بود بالا سنا هایرمت سنا هایرمت دمش کن باری کن آه خیلی ببنی یک ساعت و هیفده دقیقه است بریم بعد برای بعد درم سرویس میکنم ببندیم شما چیزی نشون بگی؟ خیلی مان دمه همه گرم. مرسی که تا اینجای ای اپیزود با ما بودید مرسی که یوتیوب رو میرید سابسکرایب میکنید کامنت و لایک و اینا فراموش نشه ما توی تمام فضای مجلسی اسم اون خودکسته توی تلگرام تو، توی تویتر فیسبوک اینستاگرام و اگر که میخوایم ما ارتباط مستقیم داشته باشید ما توی تلگرام یه پروفایل داریم بنام خودکست تاکس که میتونید اونجا برای ما پرمه های صورتی تصیبی و نوشتایتون رو بفرستید ما میریم و